نخست سرخط خبرها. افتتاح نمایشگاه آثار هنری در هرات. می‌خواستم با برگزاری این نمایشگاه اعتراض خود رو با عنوان یک هنرمند به حالت کنونی افغانستان نشان بدم. برگزاری جشن موسیقی به مناسبت 100مین سالگرد استقلال افغانستان در هرات. این برنامه امروز ساعت 5 عصر شروع شد تا 8 شب ادامه داره و در ختمی از یک برنامه آتش بازی هست. اتخاذ تدابیر امنیتی در آستانه برگزاری مراسم جشن استقلال افغانستان در بادغیس. حق است که و این آزادی و این استقلال خود را باید محافظت نماییم. واکنش ها به حمله انتحاری شب گذشته در کابل. و اینکه معترضان سودانی با شورای نظامی این کشور بر سر تقسیم قدرت به توافق رسیدند. همه باید این روز را به روز پایان تلخی ها مبدل کرده و آغاز نگاه به آینده را روشن سازند. خانم ها و آقایان سلام، وقت شما بخیر. به خبرهای این ساعت از تلویزیون چکات خوش آمدید. شما همچنین می توانید به گونه یزنده و مستقیم همین اکنون از طریق وبسایت ما بیننده خبرها باشید. جشنواره ای به مناسبت تجلیل از 100مین سالگرد استرداد استقلال افغانستان در مرکز اصلاح و تربیت اطفال در هرات برگزار شد. مسئولان برگزار کننده این برنامه میگویند که به هدف مرور دوران گذشته در ذهن کودکان و همچنان برای اینکه لحظاتی را کودکان شاد بمانند این برنامه را برگزار کردند. تونستیم که موفق بشیم یک جشنواره تحت عنوان 100 سالگی آزادی افغانستان به اینجا دایر بکنیم و در این جشنواره اطفال محجوز، طفلایی که به اینجا در حج به سر میبرند متخلف و قانون، دخترها و بچه‌ها اینجا شرکت بکنن و لحظه آرام باشند، لحظه شاد باشند، لحظه بگن، بشنوند و به ارتباط آزادی افغانستان، به ارتباط 100 سال فرآیندهای آزادی و استقلال افغانستان که 100 سال امروز تکمیل از او میشه، اونا یک چیزای به اصطلاح یک ایده بگیرن، ایده بگیرن، ذهنیت بگیرن. روی همین ملحوظ همین برنامه کرد روی دست گرفتیم. نمایشگاه آثار هنری تحت نام نقطه کور در قالب عکس امروز در هرات برگزار شد. هدف از برگزاری این نمایشگاه یک نوع اعتراض روحی در قالب عکس عنوان شده است. در این نمایشگاه آثاری به چشم می‌خورد که استمرار چند دهه جنگ و خونریزی در کشور را روایت می‌کند. این روزها در حالی که آتش جنگ بیش از گذشته در افغانستان داغ است، فریاد صلح‌خواهی و نفرت از جنگ نیز سر داده می‌شود. این نمایشگاه نیز در ذات خود اعتراضی است در برابر تداوم جنگ و ویرانی در افغانستان، کشوری که قرار است در جای جای آن فردا جشن استقلال 100 سالگیش برگزار شود. نمایشگاهی که امروز برگزار شده با تکنیک سیاه‌قلم برگزار شده و تقریبا 12 اثر هنری با سایت‌های بزرگ و هدف از برگزاری این نمایشگاه یک نوع اعتراض به حالت‌هایی که فعلا ما در جامعه ما حاکم شده و می‌خواستم با برگزاری این نمایشگاه اعتراض خود رو با عنوان یک هنرمند به حالت کنونی افغانستان نشان بدم. در این نمایشگاه 12 اثر هنری در قالب عکس به نمایش گذاشته شده است. از این رو برخی استادان دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه هرات برگزاری این نمایشگاه را در امر انعکاس موضوعات گوناگون به ویژه دغدغه‌های درونی احساس برانگیز می‌دانند. از نظر تکنیکی در سطح بسیار عالیه و از نظر فرمی، فرم کلاسیک، ساختار کلاسیک، ولی با یک نگاه جدید و کارهایی هست که از نظر محتوایی بیشتر ذهن مخاطب را به چالش میکشه و خصوصا این که امرا شده با یک سری پرفورمنس آرت های دیگر مانند صدا و چیدمانه ها و اعلامانه های دیگر. در این حال شماری از بازدید کننده ها تصاویری که در این نمایشگاه به معرض دید عموم گذاشته شده را متفاوت خوانده و میگویند که این تصاویر روایتی از وضعیت کنونی کشور را بازتاب می‌دهد.
خیلی واقعا رول بسزایی داره در نقش از این کشور. شما ببینید عکسایی که در این ماحول وجود داره، خیلی واقعا عکسای تاثیر برانگیز وجود داره. شاید درونی و خشن باشه، ولی هرچی داخل عمق اون قشن نگاه میکنه، یک احساسی که او خودت امو نفر کشیده ما در میکنه. دغدغایی که در افغانستان ما در جنگار داریم میتونیم از این قشن ها حس بکنیم. قابل یادآوری است که در این نمایشگاه 12 اثر هنری به نمایش گذاشته شده و این نمایشگاه تا پنجم سنباله، یعنی به مدت 10 روز، به روی بازدید کننده ها باز می باشد. ریلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، میگوید 4 فردی که روز گذشته توسط افراد مسلح ناشناس از مسیر اسلام قلعه ربوده شده بودند، از بند آدم ربایان رها شدند. این رویداد در منطقه احمدآباد ولسوالی کهسان هرات، واقع در چند کیلومتری بازار اسلام قلعه، رخ داده است. به بیان وی، آدم ربایان این 4 نفر را پس از ربودن به منطقه خوگیانی ولسوالی گلران منتقل کرده بودند. گفته می شود که این افراد پس از چند ساعت با پادرمیانی بزرگان قومی رها ساخته شدند. جشن موسیقی به مناسبت 100 سالگرد استرداد استقلال افغانستان در هرات برگزار شد. این جشن که از سوی اداره شهرداری این ولایت برگزار شده است، با اشتراک شماری از جوانان با رقص و پایکوبی و نواختن موسیقی تجلیل شد. اینجا تعدادی از جوانان هراتی گرد هم آمدند و به پیشواز 100 سالگرد استرداد استقلال افغانستان جشن موسیقی را با رقص و نواختن موسیقی های محلی تجلیل می کنند. مسئولان برگزار کننده این برنامه می گویند که به منظور ایجاد فضایی برای شادمانی و همچنان به مناسبت استقلال کشور، این برنامه را راه اندازی کردند. برنامه امروز به مناسبت 28 اسد یا 100 سالگرد استقلال افغانستان در ولایت هرات از طرف اداره شهرولی هرات راه‌اندازی شده. یک برنامه تفریحی و اجتماعی هست و این برنامه امروز ساعت 5 عصر شروع شد تا 8 شب ادامه داره و در ختم از یک برنامه آتش بازی هست. در این حال اشتراک کننده ها در این برنامه با ابراز خرسندی برگزاری این چنین برنامه ها را برای فراموش کردن خاطره های تلخ و همچنان تأثیر بر روان جوانان مؤثر قلمداد می کنند. آنان همچنان برگزاری همچون برنامه هایی را بهانه خوبی برای شادی جوانان می دانند. من فکر میکنم چنین برنامه‌هایی، چنین جشن‌هایی روی روان همه جوانان ما، روی جامعه ما تأثیرات مثبتی داره و این گونه برنامه‌های اگر باشه، جوانان همیشه در حالت شوق هستن، در حالت شادی هستن و این گونه چیزهایی باعث از این میشه که جوانان همیشه بیشتر پیشرفت کنن و به هم انگیزه بره از اینا بشه. راه‌اندازی چنین برنامه بسیار خوبه به خاطر اینکه از چندین سال در افغانستان در کشور ما جنگ بوده. وقتی که این یک برنامه را اندازی شه و این قسم یک برنامه باشه، اینا میتونه که روی جوانان تغییر بده، روی از اونا شاد نگه داره و به صلح و آبادی و آزادی بیشتر اونا امیدوار میکنه و مشوق خوبی میتونه باشه. این جشن موسیقی با اشتراک گروه گسترده از جوانان در حالی در ولایت هرات برگزار می شود که قرار است فردا دوشنبه در برخی ولایت ها به شمول این ولایت جشن 100 سالگرد استرداد استقلال افغانستان برگزار شود. مقام های محلی هرات از آمادگی کامل نیروهای دفاعی این ولایت برای تامین امنیت مراکز رای‌دهی در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو خبر دادند. عبدالقیوم رحیمی، والی هرات، روز گذشته در جمع مسئولان امنیتی این ولایت اعلام کرده است که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری حتمی است و مسئولان باید توجه جدی به تامین امنیت مراکز رای‌دهی داشته باشند. در این حال داوود صدیق زاده، رئیس صحاوی کمیسیون انتخابات در ولایت هرات، گفته است که 280 مرکز ثبت رای‌دهی در مرکز و ولسوالی های این ولایت فعالیت خواهند کرد.
محب الله محب سخنگوی فرماندهی پلیس فراه با اشاره به بهبود نسبی وضعیت امنیتی در این ولایت گفته است که در نتیجه اجرای چندین عملیات مختلف تلفات سنگینی به پیکارجویان طالب وارد شده است. آقای محب در ادامه افزود که در عملیات ظفر 18 که از 3 روز بدین سو راه اندازی شده است 3 پیکارجوی طالب کشته و نزدیک به 4 نفر دیگر از آنان زخمی شدند. به گفته یه سخنگوی پلیس ولایت فراه نزدیک به 6 حلقه ماین نیز در جریان این عملیات کشف و خونسا شده است. با فرا رسیدن روز استرداد استقلال افغانستان، ساکنان بادغیس آمادگی تجلیل از این روز را می‌گیرند. مقام‌های محلی این ولایت می‌گویند که به منظور تجلیل از 28 اسد یا روز استقلال کشور آمادگی‌های لازم را اتخاذ کردند. هنرمندان و تعداد زیادی از ساکنان بادغیس در اینجا گرد هم آمدند و به پیشواز از 100مین سالگرد استرداد استقلال افغانستان جشن ترتیب داده و از آن تجلیل میکنند. ساکنان این ولایت تجلیل از روز استقلال کشور را بهانه خوبی برای خوشی و همچنان اتحاد و همدلی میان مردم عنوان میکنند. ظاهرا ساکنان بادغیس این روزها غم و غصه ها را کنار گذاشته و شادمانی را میتوان در چهره هایشان دید. اگرچه استقلال ما در نواخر خدشه‌دار شده و ما به اثر وابستگی‌های اقتصادی متاسفانه یک مقدار دچار تشتت در امر استقلال و آزادی بیرونی و بیرون مرزی و بین المللی خود هستیم، ولی در کل حکومت ما یک حکومت مستقل و حکومت مشروعی هست و مشروعیت سیاسی که داره حاکمیت سیاسی در درون قلمرو به ما استقلال گوشزد میکنه و این امر بسیار امر خوب و خوشایندی است. احساس بسیار خوشی میکنم که برای اولین بار همچو محافل یعنی یک جشن استقلال به صورت خوب و همونتو شاندار تجلیل میشه و سپاسگزاری فراوان دارم از جناب رئیس جمهور که 100 سالگی جشن استرداد استقلال کشورمون با همچو ترتیبات و با همچو شان خوبی برگزار کردن. در این حال مقام های محلی بادغیس از تدابیر شدید امنیتی و دیگر آمادگی های لازم برای تجلیل از روز استقلال کشور که قرار است فردا برگزار شود اطمینان میدهند. عبدالغفور ملکزی والی این ولایت میگوید که تدابیر شدید امنیتی در نقاط مختلف این شهر از سوی نیروهای امنیتی اتخاذ شده تا به گونه خاصی از این روز تجلیل شود. سرنگا چه نیکونا پلارون از منگا ساسه پیاو شمشیر او پیاو توپک چخمق بانده امپراتوران دره دفع خپلا اگوتا شکست ورکو او خپلا ازادی او خپلا خپلواکی ترلاسه کرلا. منگا تاسه تا فرض است با ما با وارسین یا مونیکان ما شما حق است که و ای آزادی و ای استقلال خود را باید محافظت نماییم. از چند روز به این طرف ولایت بادغیس به بهانه تجلیل از 100مین سالگرد استرداد استقلال افغانستان رنگ دیگری را به خود گرفته است. قرار است فردا دوشنبه از 28 اسد یا روز استرداد استقلال افغانستان به گونه متفاوت نسبت به سالهای گذشته با حضور مقامهای محلی و همچنان ساکنان این ولایت تجلیل به عمل آید. در نتیجه انفجار شب گذشته در یک سالن عروسی در غرب کابل 63 نفر کشته و 182 نفر دیگر زخمی شدند. این حمله نیمه شب گذشته در حوزه ششم امنیتی کابل در داخل هتل شهر دبی رخ داده است. قابل ذکر است که زنان و کودکان نیز شامل کشته ها و زخمی های این رویداد هستند. وزارت داخله اعلام کرده است که در نتیجه انفجار شب گذشته در یک سالن عروسی در کابل 63 نفر کشته و 182 نفر دیگر زخمی شدند. نصرت رحیمی سخنگوی این وزارت میگوید که زنان و کودکان نیز شامل کشته ها و زخمی های این رویداد هستند. گفتنی است که مهاجم انتاری پس از ورود به بخش آقایان در سالن هتل خود را منفجر کرده است. تصاویری که از داخل این سالن عروسی به نشر رسیده نشان میدهد که شدت انفجار زیاد بوده است. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته و پیکارجویان طالب نیز آن را محکوم کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی پیکارجویان طالب در صفحه توییترش ضمن محکوم نمودن این رویداد گفته است که این گونه رویدادهای وحشیانه و هدف قرار دادن زنان و کودکان هیچ توجیه و جوازی ندارد.
در این حال ارگ ریاست جمهوری، ریاست اجرایی، وزارت خارجه و اتحادیه اروپا در افغانستان نیز این رویداد را محکوم کردند. رئیس جمهور غنی در پیام این حمله را محکوم و بر رسیدگی به خانواده های قربانیان تاکید کرده است. آقای غنی پیکارجویان طالب را عامل اصلی این رویداد خوانده است. این انفجار در حالی در پایتخت رخ می‌دهد که این شهر برای تجلیل از جشن 100مین سال روز استرداد استقلال افغانستان آماده می‌شود و تدابیر شدید امنیتی در پایتخت گرفته شده است. این دومین انفجار در 10 روز اخیر در مربوطات حوزه ششم شهر کابل است که از غیر نظامیان قربانی می‌گیرد. انفجار موتر بمب‌گذاری شده در 16 اسد امسال در کنار ساختمان حوزه ششم امنیتی و یک واحد نظامی دیگر 14 کشته و 145 زخمی بر جا گذاشت که بیشتر قربانیان و زخمیان این رویداد غیر نظامیان به شمول زنان و کودکان بودند. قابل یادآوری است که به اساس تازه ترین گزارش ها مسئولیت حمله انتحاری دیشب به مراسم عروسی در کابل را گروه داعش بر عهده گرفته است. سخنگوی پیکارجویان طالب اعلام کرده است که تاکنون زمان مشخصی برای امضای توافقنامه صلح میان این گروه و آمریکا تعیین نشده است. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی پیکارجویان طالب در قطر در یک پیام توییتری اعلام کرده است که این وضعیت مبهم ناشی از اختلافات جزئی است که تا هنوز میان دو طرف وجود دارد، در حالی که هنوز هم جزئیاتی از این توافق به بیرون ارائه نشده است. اما طرفین تاکید دارند که بیشتر مسائل مورد توافق قرار گرفته است. کمیسیون انتخابات شماره افراد واجد شرایط در انتخابات پیش رو را اعلام کرد. همزمان با نزدیک شدن به شش میزان و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، کمیسیون مستقل انتخابات شماره اعضای واجد شرایط رای دهی را 9,665,000 نفر به شمول کوچی ها و سیک ها اعلام کرده است. هوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که این شمار رای دهنده می تواند در 5,373 مرکز ثبت رای با صندوق های رای دهی بروند. مقام‌ها در وزارت زراعت می‌گویند سرمایه گذاری در بخش مرغداری به گونه چشمگیری رشد کرده است. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت می‌گوید تا کنون در بخش فارم‌های مرغداری در کشور بیش از 1 میلیارد دلار سرمایه گذاری شده است. او می‌افزاید در حال حاضر بیش از 101,000 فارم مرغداری بزرگ و میانه در کشور فعالیت می‌کنند و این فارم‌ها 80% گوشت و تخم مرغ مورد نیاز بازارهای داخلی را فراهم می‌سازند. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز گذشته با اشاره به تعهد حکومت برای برگزاری شفاف انتخابات ریاست جمهوری پیش رو اعلام کرد مردم افغانستان از جمهوریت خود دفاع می کنند. آقای غنی این اظهارات را در مراسمی به مناسبت تجلیل از 100مین سالگرد استرداد استقلال افغانستان بیان کرده است. در این مراسم که در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود، سفرای کشورهای خارجی و نمایندگان سازمانهای جهانی نیز حضور داشتند. افتخ پیکارجوی طالب در ولایت بلخ از پای در آمدند. پایگاه 909 ارتش که در حوزه شمالی کشور مستقر است اعلام کرد که در نتیجه دو رویداد جداگانه امنیتی در ولایت بلخ 17 پیکارجوی طالب کشته شدند. در اعلامیه این پایگاه که امروز منتشر شده آمده است که این تعداد از اعضای پیکارجویان طالب در جریان درگیری های 24 ساعت گذشته با نیروهای ارتش در روستاهای قرچیگک و بربر ولسوالی دولت آباد این ولایت کشته شدند. و
مسئولان وزارت معارف همزمان با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری اعلام کردند که کمیسیون مستقل انتخابات باید پیرامون تغییر مراکز رایدهی تجدید نظر کند. نوری نصحت سخنگوی وزارت معارف با اشاره به انتخابات دور گذشته گفته است که در انتخابات سال گذشته یک مجلس نمایندگان این وزارت خانه 43 میلیون افغانی خسارات دیده است و افزون بر آن تهدیدات امنیتی بسیار جدی متوجه این وزارت شده است. بینندگان گرامی، پس از میان برنامه کوتاه با خبرهای از خارج کشور با شما خواهیم بود. ادامه خبرها خوش آمدید. مخالفان حکومت نظامی سودان و شورای نظامی این کشور دیروز توافقی را برای تقسیم قدرت امضا کردند. توافق به دست آمده زمینه را برای استقرار دولت انتقالی در سودان فراهم می کند. این توافق که به دنبال ماها اعتراض عمومی در سودان به دست آمده تاریخی توصیف شده است. داخل القيادة العامة. معترضان دموکراسی خواه سودان پس از ماها اعتراض به خاطر تشکیل یک حکومت غیر نظامی سرانجام دیروز با شورای نظامی این کشور به توافقی دست یافتند که بر اساس آن قدرت میان نظامیان و غیر نظامیان تقسیم می شود. با امضای این توافق مردم به جاده های شهر خارتوم پایتخت سودان آمده و به جشن و شادمانی پرداختند. هدف از این توافق پایان دادن به ماها ناآرامی و حرکت به سمت حکومت غیر نظامی است. بر اساس توافق جدید یک شورای حکومتی متشکل از 6 غیر نظامی و 5 نظامی تا زمان انتخابات این کشور را اداره خواهد کرد. طرفین درگیری توافق کردند که کنترل این شورا تا بیش از 3 سال چرخشی باشد. در همین حال شورای نظامی سودان امضای توافق تقسیم قدرت را یک دستاورد مهم عنوان می کند. عبدالفتاح البرهان رئیس شورای نظامی سودان گفت: نه اقف امامکم الیوم و کل فخر و اعتزاز. همه باید این روز را به روز پایان تلخی ها مبدل کرده و آغاز نگاه به آینده را روشن سازند. با برکنار شدن عمرالبشیر رئیس جمهور سابق سودان در پی اعتراضات گسترده در 11 ماه اپریل سال جاری شورای نظامی سودان قدرت را به دست گرفت. از آن وقت به بعد اعتراض کنندگان سودان که مخالف حکومت نظامی اند به تظاهرات ادامه داده و خواهان تشکیل یک حکومت غیر نظامی شدند. این معترضان در این حال که به اعتراضاتشان ادامه دادند با شورای نظامی سودان برای تشکیل یک حکومت غیر نظامی نیز مذاکره داشتند. آنچه که اکنون به نظر می رسد این است که با امضای توافق تقسیم قدرت تحولات سیاسی این کشور وارد مرحله جدیدی شده است. مرحله ای که امید را در معترضان سودانی ایجاد کرده و آنها را نسبت به برآورده شدن خواسته هایشان امیدوار کرده است. حال باید دید که آیا شورای نظامی به تعهدات خود در چارچوب سند توافق عمل خواهد کرد یا خیر؟ یک شرکت ماشینسازی قصد دارد مطرق قدرتمندی با 4 موتور و 1200 اسب بخار بسازد که بالاترین سرعت آن 530 کیلومتر بر ساعت است. گفته شده است که مطرق یاد شده تا اوایل سال 2020 میلادی به بازار عرضه خواهد شد. شرکت موتورسازی دارکو موتورز، یکی از بزرگترین شرکت‌های تولید کننده موتور در جهان، اکنون می‌خواهد یکی از قدرتمندترین موتورهای جهان با سرعت بسیار زیاد را راهی بازار کند. طبق گفته‌های مسئولان این شرکت تولید کننده موتور، موتوری که قرار است ساخته شود دارای 4 موتور و 1200 اسب بخار قدرت خواهد بود و سرعت خارق‌العاده آن همه را به حیرت واخواهد داشت.
با اینکه تا کنون شرکت یاد شده اعلام نکرده متارکه قرار است ساخته شود، در چه مدت زمانی سرعت خود را از 0 به 100 کیلومتر بر ساعت میرساند، اما بیشترین سرعت این موتر همان 530 کیلومتر بر ساعت اعلام شده که نسبت به بسیار از موترهای دیگر در جهان بالاتر است. گفته شده که در این وسیله نقلیه از قطعاتی با کیفیت بسیار بالا از جمله ترمزهای سرامیکی استفاده می شود و همچنین ظرفیت 4 نفر همراه با مقداری وسایل را نیز دارد. در اعلامیه شرکت سازنده آمده است که تولید آن به زودی شروع می شود و نخستین محموله این نوع موتر تا اوایل سال 2020 میلادی به بازار ارائه خواهد شد. لازم به ذکر است که در نخست تنها 25 نمونه از این موتر با قیمت 1.25 میلیون دلار به فروش خواهد رسید. و در لحظات باقی مانده مروری دوباره داریم بر سرخط خبرها. افتتاح نمایشگاه آثار هنری در هرات. می‌خواستم با برگزاری این نمایشگاه اعتراض خود رو با عنوان یک هنرمند به حالت کنونی افغانستان نشان بدم. برگزاری جشن موسیقی به مناسبت 100مین سالگرد استقلال افغانستان در هرات. این برنامه امروز ساعت 5 عصر شروع شد تا 8 شب ادامه داره و در ختمی از یک برنامه آتش بازی هست. اتخاذ تدابیر امنیتی در آستانه برگزاری مراسم جشن استقلال افغانستان در بادغیس. حق است که و این آزادی و این استقلال خود را باید محافظت نماییم. واکنش ها به حمله انتحاری شب گذشته در کابل. و اینکه معترضان سودانی با شورای نظامی این کشور بر سر تقسیم قدرت به توافق رسیدند. همه باید این روز را به روز پایان تلخی ها مبدل کرده و آغاز نگاه به آینده را روشن سازند. بینندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت که تقدیم حضورتان شد. شما می توانید 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه روز مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و به خصوص مهمترین خبرهای حوزه جنوب غرب کشور را از طریق وبسایت تلویزیون چکا دنبال کنید. در هر جای جهان که زندگی می کنید شما می توانید بدون محدودیت زمانی و مکانی با مراجعه به وبسایت تلویزیون چکا برنامه‌های ما را هم به طور زنده و مستقیم تماشا کنید. از اینکه تیم خبری تلویزیون چکات رو همراهی نمودید سپاسگزارم. ایام به کامتان بدرود.